در رکود اقتصادی همه اقشار جامعه به نوعی ضربه میخورند و ضربه میبینند اما در این میان زنها بیشترین آسیب را میبینند مردان با توجه به نگاه مرد سالارانی جامعه در محیط های کاری در اولویت قرار میگیرند جزیات بیشتر این امر را در گزارش محتاب کوسری امشب بشنوید و ببینید چند سالی است که از هر گوشه و کنار صدای ناله و شکایت از بیکاری و اوضاع بد اقتصادی شنیده میشه. اما در این آشفت بازار وضعیت کارگران شاید از همه بدتر باشد. کار سخت، ساعت طولانی کار و مزد ناعادلانه. هفته گذشته و در حوالی روز کارگر تنها چیزی که درباره این قشر زحمتکش وجود نداشت خبر خوش بود. در این میان وضعیت زنان کارگر از مردان کارگر هم بدتر است. در حدود 50 درصد نیروی کار زنان ما در بخش غیررسمی که اینا نه تو آمار وزارت کار میان نه تو ده مالیات میدن که نشون بده که کار میکنن و مهمتر از این تو تولید ناخالص ملی نشون نمیده اینو و بخشی که زنان ما بیشتر در ایران کار میکنن یکی بخش تولیدی بخش کشاورزی بخش کارهایی که در غرب بهش میگن اینفورمال سکتر یعنی کارهایی که در اساس کارهای دوم بهش گفته میشه علی رزا محجوب دبیر کل خانه کارگر به روزنامه شرق گفته میزان بیکاری زنان طی هشت سال گذشته دو برابر شده در این شرایط زنان کارگر احتیاج به حمایت های دولتی دارند اما سیما اسقری رئیس اتحادیه ی زنان کارگر استان آذربایجان در نشستی که در خانه ی کارگر تبریز برگزار شد گفته مطرح شدن کاهش ساعت کاری و کار از راه دور برای زنان از طرف دولت و تایید آن از سوی مجلس در شرایطی که در رکود اقتصادی هستیم ضربه سنگین برای زنان شاغل است همچنین او از نمایندگان زن مجلس گله کرد که برخلاف تصور حمایت چندانی از زنان کارگر نمی کنند. در این میان بالا رفتن آمار اخراج زنان باعث شده تا آنها به کارگاه های تولیدی کوچک پناه ببرند که بیشترشان استانداردهای کار را رعایت نمی کنن. یکی از اعضای اتحادیه ای آزاد کارگران میانگین حقوق این افراد را بین دویست تا دویست و هزار تومان با بیش از ده ساعت کار در روز اعلام کرده. ما داریم میبینیم هر سال یکی از مواردی که ایران رو ازش بازخواست می‌کنند در رابطه با تبعیض در محیط کار این تبعیض شامل ملیت های مذهبی قومی و زنان میشه اما کار تنها مشکلی نیست که زنان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. کار خانه و نگهداری از فرزندان در شیفت دوم کاری این زنان است برخی از آنها هم از ترس از دست دادن کار بچه دار نمیشوند پروین محمدی فعال کارگری به خبرگزاری دلچوله گفته نظارت وزارت کار بر بسیاری از کارگاه ها به خصوص کارگاه های کوچک صفر است و بسیاری از زنان کارگر به سادگی بعد از ازدواج یا بچه دار شدن اخراج می شوند زنانی که حامله باشند یا بچه دار باشند استخدامشون نمی کنند و در بسیاری از جاها موقعی که می بینند زنی حامله شده به خاطر اینکه بچه داری رو خ... مخارج بچه داری یا مخارج بعد از زایمان اینا رو اخراج میکنن. آمار نشان میدهد که تنها 11 درصد زنان ایرانی شاغلند و بقیه خانداری را به کار سخت در ازای پول کم ترجیح میدهند این نشان از کمتر شدن حضور زنان در جامعه دارد و در واقع غیر فعال شدن و ناراضی بودن نیمی از جامعه محتاب کسری صدای آمریکا واشنگتن